مسابقه جدید باز محمد مبارز مقابل عارف فرانسویش فیس آف آوردیم براتون آره که به زودی فایتش هم براتون میاری و همچنین به غیر از باز محمد مبارز قراره فیس آف سید مرتضی سادات توی سازمان NFC آلمان رو داشته باشیم با هم دیگه. فایترهای افغانستان همینجور دارن پیشرفت میکنن و به زودی ما حتی اطلاعات فایت جدید توی UFC با نصرت اخبرست در مقابل حریف آمریکاییش هم میذاریم براتون. بریم ببینیم فیس آف چی شده که بعدش هم مسابقه رو براتون بپردازیم. باز محمد مبارز یکی از قدیمی ترین فایترهای MMA افغانستان. اون رفیق اون فرانسوی وندی هل یه همچین چیزیه. از اینا بوده که بدون دستکش فایت میکرده. جدی؟ آره از این فایترهای خیابونی بوده. باز محمد بچه 3 سال فایت نکرده. خیلیه. امیدواریم که پیشرفت کرده باشه و تمریناتش رو حفظ کرده باشه. رفیقم نمیدونم چی داره میگه. رفیقم داره میگه ببین سیکس پک منو نداری هیچ کدومتون. هیچ کدومتون به من نمیرسی. البته سیکس پک نبود ایر بک بود. ایول باز محمد میاد. باز محمد داری میبینی؟ چرا با کفش میرن رو ترازو؟ نمیدونم داستان چیه. ولی عجب بدنی داره با این حالا تو این سن و اینا. 3 سال هم این دور بوده. واقعا چرا واقعا با کفش میرم؟ اگه نباید بدون کفش شورت و همه اینا رو بکنم. اوه قد حریفش چقدر بلنده. یکم عقب وایسا میگه. حالش میده. بابا می‌خواست بره یارو بزنه دیگه کم بوده. خنده میکنه. اون رفیقمون هم بهش میخوره. این فرانسویه که حال خراب بشه. بغلش میکنه. نه به اون اول نه به چیز. عروسک باش رفتار کنه. اون داستان دعوایی که میبینی تو فیس آف اتفاق میفته به خاطر خصومت‌های قبل فیس آفه. برای همین تو فیس آف یه جوری میان با هم دیگه تلنگری میزنن. که این اتفاق میفته. یه فیس آف خیلی معمولی و خوشحال کننده داشتیم دیگه تا اینجای کار. کلا باز محمد فایتر خیلی خوش اخلاق و خوش برخوردی. آره. تو چه سازمانی هست؟ این سازمانی نه فقط MMA نوشته یعنی. حالا اطلاعات دقیق‌ترش رو باید بریم پیدا کنیم. بچا این بود از فیس آف. خود فایت ها نوشته 31 مارچ و 31 هم حالا امروزه. امروزه دیگه. آره و امروز شو ساعت 11 شب و اینا مثلا. شاید مثلا اتفاق بیفته. خود مرتضی سادات هم همین امشب قراره اتفاق بیفته و ببینیم فیس آف خودش هم داشته باشه. مرتضی سادات رو ببینیم چطوری بوده فیس آف. NFC 18 الان دارن فرا میخونن. فایتری که با سید مرتضی سادات در واقع قراره مبارزه بکنه یه فایتر خیلی نوجوان و در واقع جوان و پا گرفته توی سازمان NFC خیلی جوان و نوپاس. آره جوان و نوپاس و خیلی خوب درخشیده. طرفداران زیادی آره. به خود مرتضی سادات هم ما تا حالا به هیچ فایتیش ریاکت نرفتیم. فکر کنم یه دونه فایت شب نورد یادم نمیاد ولی حد دو داشته باش. او پرچم هم میان میندازن اصلا قد نه کن. این یه پوینته. پوینت بزرگه. اصلا چند سال میشه؟ 30 سال میشه؟ نه مثل سهیل حسن زاده که قدش بلنده. آره 25. تا اون دور که وایسی یه دونه های کیک بزنی میخوره به طرف. آره. امتیازش اینه. دقیقاً یه فیس آف میشه مشت میاره بالا. آره. و یه پوینت مثبت داره قد بلندی مرتضی سادات. با همون استایلی که توی شب نورد فایت میکرد، استایل حالا مو و ریش و اینا. با همون استایل بلندی آره. استایل بهش میاد. دقیقاً تو سازمان دیگه آره. هم فایت کرده به غیر از شب نورد و اینا. یه سازمان روسی هم بوده فایت کرده ولی الان آلمانه. خیلی از فایترها آره. آلمان به خاطر اینکه آلمان میخواد سطح سازمانشو بیاره بالا. حالا نه سطح سازمانشو بیاره بالا. آلمان بچه‌ها خیلی خفنه. آره. خیلی کشور خوبه. کلا تو هر زمینه‌ای که تو حساب بکنی آلمان توش هست. فوتبال توش هست، دوباره ورزش‌های UFC اینا توش هست. تو بگو اصلا نوشابه فانتا رو ساخته. فانتا مال آلمانه دیگه. موقعی که کوکاکولا اومد، آلمان گفت ما چیکار کنیم، چیکار نکنیم، اومد فانتا رو داد بیرون. آلمان همه چی ماشین از هر لحاظ حساب بکنی آلمان خفنه و یه کشور پیری هم هست. دقیقاً. برای همین خیلی پناهنده و اینا جذب میکنه. دقیقاً برای بعضی ان شاءالله به امید پیروزی جو فایتر عزیز از افغانستان امیدوارم که بتونن خوش بدرخشن و منتظر خود فایت هم باشیم. به زودی برات میذارم. آره و پیش بینی کنید توی این فایت قراره چه کسی پیروز شه. هم فایت باز محمد رو پیش بینی کنید، هم فایت مرتضی سادات رو. دوستتون داریم، پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید که آخرین فایت وایدار نژند رو ریاکت رفتیم برای بکس توی سازمان اوکتاگون. برید ببینید و لذت ببرید. دوستتون داریم و تا ویدیوی بعدی بدرود.